أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. در اینجا دیروزم عرض کردم که یک عده که در مقابل انبیا واقع شده بودند، این همیشه اختلاف داشتن در منطق خود، در صحبت خود، یک فقط چون بهانه جویی میکردن، اینا نمیتوانستن که از روی منطق صحبت کنن. قرآن میفرمایه که اینها خراسون بودن، به حدس خود صحبت میکردن، به تخمین میزدن، خیال میکردن، دلیل نداشتن، اینا در نادانی خود غرق شده بودن، لذا رنگارنگ صحبت میکردن. گاهی از روی توئین این مسئله، از روی بهانه جویی یا از روی استهزا سوال میکردن که یسالون ایان یوم الدین، روز قیامت چه وقت پیدا، چه وقت واقع میشه؟ شما که میگین قیامت دوزخ بهشت چی وقت هسته، بیاین بگوین کی میشه این کار. این از روی مسخره میگفتن، اونا که اعتقاد نداشتن به قیامت، تا که بگویم سوال میکردن از زمانشان، بهانه جویی. مسئله قیامت خداوند تبارک و تعالی او را بیان نکرده، مبهم مانده که قیامت چی وقته. در قرآن مجید چند آیه که به پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میشه که تو هم نمیدانی، یعنی پیغمبرم نمیدانه که قیامت چی وقته. یه چیزایی است که مخصوص به خداونده، علمش مخصوص به خداونده، کسی نمیدانه. وقتی پیغمبر اسلام نداره، هیچ کس نمیدانه. و این لازم هم نیه که در مسلمانی که ما بفهمیم قیامت چی وقت میشه. ما در دنیا وظیفه داریم که تا زنده ایم باید به دین عمل کنیم. او مربوط به خداونده، سرنوشت کائنات به دست خداونده. این سوال میکردن و میدانستن که قیامت کس نمیدانه. بعد قرآن وقتی که اینا مسخره میکنه، از رویش مسخره و لجبازی و استهزا سوال کردن که یسالون، اینا میامدن سوال میکردن که روز قیامت چی وقته؟ یوم الدین. یوم الدین که در سوره الحمد میخوانیم مالک یوم الدین. دین دو معنا داره که اشتباه نشوه. دین یک مرتبه عبارت از اصول و عقاید و دستورات فقهی، حلال و حرام و اخلاقیات، اینم دین میگن. دین یک سلسله از اصولی که لازم انسان اعتقاد کنه و یک سلسله از دستوراتی که واجبات و محرمات، که واجبات بجا بیاریم، محرمات ترک کنیم، و یک سلسله از مسائل اخلاقیه. این یک معنای دینه که در قرآن به کار رفته، ان الدین عند الله الاسلام. یک دفعه دیگر دین به معنای جزایه، یعنی روز قیامت روز است که انسان جزای اعمال خود میبینه. بد باشه جزای بد داره، خوب باشه جزای خوب میبینه. مالک یوم الدین یعنی یوم جزا. اینجا مراد اونایی که سواد میکردن، یسالونه ایانه یوم الدین، این روز قیامت چی وقته که بیای. مسخره سواد میکردن که ما بریم به دوزخ. قرآن میگه عجله نکنین، او روز میایه، حتما میایه. یوم هم علی النار یفتنون، روز قیامت او روزیه که ای نادانای جاهل که از روی تعصب و عصبیت و نادانی همه چیز منکر میشن، به در آتش عذاب میشن. اون روز که آتش شما را میگیره و میسوزنه، اون همون روز روزیه امید دینه، همون روز روز جزای شماه. ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اینی عذاب خود بچشین که شما دنبالی روز قیامت بودین که چی وقت است. در جهنم بشن میگین الان این عذاب خود بچشین که شما عجله داشتن که زودتر بیایه، کی میایه، چرا نمیایه، دنبالی قیامت گرفته بودین. اینم قیامت آمد. بسیار خوب.
ان المتقین فی جنات و نعیم. روز قیامت او روزیه که شم کفار منکرین مبتلا به عذاب میشن، هم متقین در بین باغهای بهشت، باغای بهشت و عیون. ای طرف شانم چشمه های، او طرفم چشمه های، هر اینا بین چشمه ها زندگانی میکنن. خیلی لذت داره که دو طرف انسان چشمه باشه، اونم چشمه های بهشتی. از جای دیگه که نمیه، از خود بهشته که جاری میشه چشمه های آب یا عسل مثلا و امثال اینا جاری میشه. آخذین ما آتاهم ربهم، او چیزی که پروردگار در بهشت به اینها میدن، اینا او را از پروردگار خود میگیرن. گاهی یک نفر به انسان کمک میکنه، نمیگیره، میگی خیلی کمه، ای به درد من نمیخوره، مرا توهین میکنی، من از تو 10,000 میخوام، تو به من 100 افغانی میدی، ای توهین میه. نمیگیره انسان، بدش میایه، به نظرش کمه، کمه، نمیخواه. نه، بعضی اوقات زیاده. در بهشت او قدر به انسان، به خداوند به انسان میده که با کمال میل و رغبت و شادی و تشکر از خدا میگیرن. آخذین، اونا گیرندگان هستن او چیزی را که پروردگارشان به اونا لطف و مرحمت میکنن. نعمت هایی که هیچ کس نشنیده و ندیده و ندر قلب ما خطور کرده که چی هست. خیلی فرق میکنه محیط ما عوض میشه. برای چی خدا به اینا نعمت میده؟ سر به خود؟ نه، هیچ چیز در دنیا سر به خود نیه. ان هم کانوا قبل ذلک محسنین. اینا پیش از این روز، یعنی در دنیا، اینا از نیکوکاران بودن. خدا به این مزدی که در بهشت به اینا میدن به خاطر امون نیکوکاری شانه. ظاهراً مراد از نیکوکاری که سبب این نعمت های بیشتر میشه و خداوند تا به ابد به انسان نعمت میده، مراد از این نیکویی احسان و محسنین او احسانیه که هم انسان عبادت میکنه خدا را، هم اطاعت خدا را میکنه و هم به مردم کمک میکنه، از خالق پیروی میکنه، دستوراتش انجام میده و به مخلوقم کمک میکنه. اسلام همه طوره. تنها اینیه که آدم نماز بخونه و از مردم راحت بیغم باشه. نه، باید وظیفه اجتماعی خود در مقابل مردم بیچاره و بدبخت انجام بده. باید انجام بده. اینا در دنیا هم به بندگی خدا میرسیدن و هم در مقام بندگی خدا را بندگی میکردن. اینا محسن و نیکوکار بودن. لذا خداوند تبارک و تعالی به اینا این نعمتها را در بهشت میده. کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون. خیلی کم بود او شبعی که اونا تا به صبح بخوابن. ای از وصف اوصاف بیشتیایه. میگه اینا خواب کم میکردن و خدا را بندگی میکردن. ای دو قسم معنا شده ای آیه. ظاهر آیه یعنی ابتداعاً به نظر آدم ای میایه که اینا شب خواب کم میکردن. 2-3 ساعت بقیه اینا مشغول بودن به عبادت. کانو قلیلا من اللیلی ما یجعون. هجوع یعنی خواب، به معنای خواب. خواب شبانه را هجوع میگن. هی جیم عین هجوع. کانو قلیلا من اللیلی ما یجعون. از شب اندکی را میخوابیدن. یک معنیش اینمی معنیه که ابتدا به ذهن انسان میآید. یعنی نه، اکثر شب را به اطاعت و بندگی می گذراندن، یک مقدار کمیرم می خوابیدن. این یک معنی. یک معنی دیگری که کردن که نه، تو نبوده که اینا هر شب
مثلا اگر 8 ساعت بوده 2 ساعت میخوابیدن 6 ساعت مشغول بندگی بودن. نه این مراد نیه، مراد ایه که این کم شب بود که اینا تا به صبح بخوابن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی کم بود او شب آیی که اینا تا به صبح میخوابیدن. غالب شب آیی نه شب میخوابیدن ولی سهرگاه پا میشدن، نماز شب میخواندن، عبادت میکردن، قرآن میخواندن، استغفار میکردن. لذا اینا را در بهشت آوردیم و این نعمت ها را به میدیم. از اینجا معلوم میشه که نماز شب خیلی مهمه. در بعضی روایات داده که شرافت مؤمن، شرف مؤمن به نماز شبه و کرامت مؤمن به ایه که از دست از مردم استغنا داره، به مردم از مردم طلب نمی کنه، داره یا نداره خود حفظ می کنن. این موجب کرامت مؤمنه و شرف شرفش به نماز شبشه. که اگر انسان مثلا 3 ربع ساعت پیشتر از طلوع فجر یعنی اذان صبح بیدار شوه، میشه که می از درکت نماز بخانه، نماز شب بسیار سفارش شده. بله. و بالحسهاری هم یستغفرون. سهرگاه سهر آخر شبه، اینی وقت نماز شب مثلا 1 ساعت 50 دقیقه به چیز مانده، به طلوع اذان مانده، به طلوع صبح یعنی به وقت اذان نماز صبح مانده آدم بیدار میشه. اینمی سحره، آخره شب سحر میگن. سحر و سحر اردو از یک ماده است. سحر یا سحر به معنای پوشیده، اوش او هم شبه دیگه، تاریکه به سیاهی پوشیده شده. یکی میگه سحر، سحر به معنای جادو، اونم به معنای زیه کنی عقلش هم میپوشانه. جادو همیشه یک نوع اسراره که سحر و سحر از یک ماده است. سحر اما آخر شب میگه و بالاسحاره، در سحرگاهان اینا استغفار میکردن. این سبب شد که ما اینا را به بهشت بریم. به مردم احسان میکردن، از خداوند پیروی میکردن و نوافل مستحبات هم به جا می آوردن، نماز شب میخواندن، در اسحار استغفار میکردن. اینا را آوردن به بهشت و این نعمت ها را به اونا میدن. ای از درکات نماز شب، آدم وضو میگیره میایه میگه 2 رکعت نماز شب میخوانم قربتن لله، الله اکبر، مثل نماز صبح 2 رکعت میخوانه. لازم هم نیه که بلند بخوانه که زن بیدار کنه یا شوهر بیدار کنه یا بچه ها رو بیدار کنه، اونایی که در خانه که بلند بخوانه، آهسته بخوانه که مردم که دیگه علی خانه را اذیت نکنه. آخر بعضی ها قرآن میخوانن بلند بلند نیمای شب، همه را از خواب بیدار میکنن. جایز نیه این کار که آدم به دیگران را اذیت کنه ولو اهل خانه انسان باشه. 2 رکعت نماز شب میخوانم. بعد او 2 رکعت هم چیز نداره، اذان و اقامه نداره، مثل نماز صبح میخوانم. بعد 2 رکعت دیگه قسم میکنم که نماز شب میخوانم. بعد 3 دفعه 3 یوم بعد میگم 2 رکعت نماز شب میخوانم. 4 2 رکعتی میخوانم، قصدش نماز شب. چند شد؟ 8 رکعت. 2 رکعت دیگر به نماز شب میخوانه. نماز شب میگه 2 رکعت نماز شب میخوانه. اون بعدم اورم میخوانه. اگر بلد باشه که در سوره اول و دوم به جای دیگه سوره ها در رکعت اول و دوم بعد از حمد سوره در یکی سوره قل اعوذ برب الناس بخانه، در دیگری سوره قل اعوذ برب الفلق بخانه، بهتر. این شد 2 رکعت شفع. یک رکعت دیگه هم میخانه. وتر واو تیری، یک رکعت نماز وتر میخانم قربتن لله.
ای هم ده که خاند سه مرتبه سوره قل هو الله را میخانه، بعد دست اخبالا میکنه دیگه، دعای قنوت میخانه، به فارسی بخانه، به عربی بخانه، با خدا مناجات کنه، هر چی که دلش میخواه. اشکال نداره که آدم دعا که میکنه در نماز یا در قنوت یا در سجده که حتما عربی باشه، نه دعا را مناجات دیگه. آدم میتونه که به زبان مادری خودم با خدا مناجات کنه. سه مرتبه بعد از هم سوره قل هو الله را میخوانه، در امی رکعت یازده هم یک رکعته هم دو سوره را میخوانه، بعد دعای قنوت را میخوانه. در دعای قنوت، در آخر دعای قنوت یا به تسبیح یا به دست خود حساب میکنه، هفتاد مرتبه میگه استغفر الله و اتوب الی. هفتاد مرتبه استغفار میکنه. در حدیث تنها اینه که استغفر الله بگوه، میگه هفتاد دفعه استغفر الله و اتوب الی بگوه. ایره میگه انسان که یعیم تقریبا اشاره به امی قضیه که و بالاسحار هم یستغفرون، در سهرگاهان ای بیشتیا در دنیا نماز میخوندن، استغفار میکردن، همی افتاد مرتبه که وارد شده. بعد دو رکعت نفلی صبح اذان که داد که مطمئن شدی که صبح شده، به اذان اعتماد نکو. اذان آگای بعضی اوقات غالبا دیرتر میدن، بعضی هم ممکنه که زودتر اذان بده، که مطمئن شدن که فجر طلوع کرده، بعد او موقع نماز صبح بخانین. نماز شبی از ده رکعته، دو رکعت نافله صبح، دو رکعت هم نماز صبح، نماز واجب فرض، مجموعا 15 رکعت میشه. بسیار برای مؤمن ثواب داره و به نفسش تاثیر میکنه، تاثیرات خوبی داره، برکات داره که انسان مؤمن نماز شب بخانه. و بالاسحاره هم یستغفرون، استغفار میکنن. بله، یک روایت چیز نقل کرده، سیوطی، علامه سیوطی، علامه سیوطی یک دانشمند معروف اهل سنت، بسیار کتاب داره، مرد دانشمنده. ایشان یک روایت در در منصور در تفسیرش، یک تفسیر داره، احادیث نقل کرده که در آیات وارد شده. از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کرده که اگر آدم نماز شب میخانه، میشه که پیش از خواب بخانه، او وقت میشه. یک آدم، یک جوانی که شب بیدار نمیشه، ساعتم نداره که زنگ بزنه ایر بیدار کنه، میشه که پیش از اینکه بخوابه نماز شب میخانه. گاهی خیلی سرده، نمیتوانه که نیمه شب واخده، یا گای شب خیلی کوتاه، اگر خواب رفت تا صبح خواب میره، همی که میخوای وقتی خوابش میشه همو وقت نماز شب میخانه و بعد میخوابه، اینم میشه. ولی بهترش یه که در سحرگاه باشه، بهتره، لازم نیه، هر وقت بخوای آدم میتوانه در شب نماز شب بخانه، بهترش یه که در سحرگاه باشه. در یه حدیث داره که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود ان آخر اللیل فی التعجد احب الی من اولی، نماز شب پیش من محبوب تره که در آخر شب باشه، نه در اول شب. نه اینکه صحیح نیه، صحیحه که بخندش کار نداره، ولی او بهتره میگه، لان الله یقول و بالاسحار هم یستغفرون. خدا در قرآن فرموده که اینا در سحرگاهان آخر شب استغفار میکنن، که همو افتاد مرتبه یه. در یک حدیث دیگر امام صادق می فرمایه که کانو یستغفرون الله فی الوتر 70 مرتن فی سحر، یعنی اینها 70 مرتبه در سحرگاه در امو دعای دست که می خانه در نماز وتر، امو یک رکعته، 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الی میگن. خیلی تاثیر داره. یعنی من میخوام به جوانا سفارش کنم، خصوصا به جوانا، دخترای جوان، پسران جوان، خب به همه میگم
حالا میشه زن ما مرد ما همو آخر شب وخزن و همی یازدار کت نماز بخانن، بعد نماز صبح بخانن اگر دلشان خواست دوباره بخوابن. این خیلی روح انسان چارچ میکنه، تاثیرات زیاد داره، سفارش زیاد شده، در چند آیه هم سفارش شده که انسان نماز شب بخانه. بر پیغمبر اکرم واجب بوده و من اللیل فتهجد به نافله لک، بر تو این زیادتی بر تو واجبه. میگه اگر این نماز شب بخانی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، با یک مقام پسندیده روز قیامت تو را خداوند میرسانه. برای مؤمن هم میتونه خیلی برکات داره، درجات داره، ثواب داره. ای وقت سخت هم نیه، یک دفعه که انسان اراده کرد، تصمیم گرفت، خیلی بر او آسان میشه دیگه، تا آدم به تنبلی گرفتار نشوه. یک دفعه اراده میکنه دیگه برایش عادی میشه، هیچ بکشم نیه، سخت نیه، امتحان کنه، یک اراده قوی بکنه. ای خیلی خوب، آدم از گناهات دور میکنه، از فساد دور میکنه، یک نوع به انسان بیمه میده که از گناه و از فساد دور میشه که شب نماز شب بخانه. خصوصا جوانا، ببین این میگه، این شاعر میگه، میگه روزه روحت به شب سبزه شجر میکند. این تاثیر نماز شبه. میگه این نماز شبی که تو میخانی در او باغ شب، روزه روحت، این روزه روحانیه، این باغ باغ روحانیه در شب، روزه روحت به شب، در او شبی که تو در این گلستانی که وخیستی با اما خوابن خورخور میزنن، تو الله اکبر میگی، نام خدا را گرفتی، رکوع سجود میکنی، روزه روحت به شب، این چکار میکنه؟ در این باغ چکار میشه؟ میگه سبزه درخت میشه، سبزی ریزه تا این درخت شوه، یک نهال کوچیکی که تازه شندی یک وجب، تا این درخت شوه چند سال کار داره. ولی میگه این شب همه طوره، سبزه شجر میکند، سبزه را درخت میکند، این شجر جاودان. باز این درخت هم درخت جاودانه، از بین نمیره دیگه، زود ثمر میکنه، میویشم زوده بعد میرسه. روزه روحت به شب سبزه شجر میکند، سبزه ریزه را درخت درست میکنه، اینقدر زود تاثیر میکنه، و این شجر جاودان زود ثمر میکند. این درخت هم درخت یک روز دو روز نیه، جاودان میمانه برای تا قیامت که نعمت به بهشت میدن، زود ثمر میکند. آخر شب خلوت است، مقصد عرافت است، عاشق شوریده را دوست خبر میکنه که بیا وقتشه، خلوته. ای شدی غرق گناه خواب گران تا بکی، چاره درد تو را دیده تر میکند، اشک بریز از بسر، وقت از گناهان خود توبه کو، یک اشک بریز از چشم خود، اشک بریز از بسر، خاصه به وقت سحر، خصوصا در روز سحرگاه، اشک در آن نیمه شب زود اثر می کند. به مطلب می رسی، به مقصد خود می رسی. قافله مرگ را بین که چی سن می گذرد، اینقدر نخواب، یک نگاه بکن به طرف انسان ها، قافله مرگ را بین که چی سان میگذره، چه قصه مینا میره. سال و ماه و روز و شب مرگ خبر میکند، به هر سال یک عده میرن، به هر ماه یک عده میرن، به هر روز یک عده میمیرن، به هر شب یک عده میمیرن، یکی از شبه تو هم میمیری، یکی از روزه تو هم میمیری. خوبه که پیش از مردن آدم به دنیا یک کاری بکنه، ای که دستت میرسد کاری بکن، آخرش آدم میمیره. ارچی که استی بیا، گرچی که پستی بیا، توبه شکستی بیا، دوست نظر میکنن، خدا تو را قبول میکنن، توبه شکستی باز تو را قبول میکنن. ارچی که استی بیا، گرچی که پستی بیا، توبه شکستی بیا، دوست نظر میکنن.
خدا انشاءالله به اما این توفیق نماز شب مرحمت بفرمایه. والحمد لله رب العالمین.